رسول الله صلى الله عليه وسلم والله رفع عند عبده ما كان العبد في عين اخيه رواه الترمذي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمایندگی از صد فامیل خرد و کلاب و بزرگ و ریسفید و حاجی و هم به نمایندگی هم یک تشکری که جانانم البته از هم قبل خرد و کلاب و یتیم و بیچاره امتنان از آن برادرانی که در جرمنی از برادرای افغانی ما در مسجد ابراهیم خلیل الله قرار دارن یک امتنان و تشکری خیلی جانا که ما را در این کمک مرمیشان ما را شریک ساند چون پیامبر ما علیه السلام بگم پیامبر علیه السلام داخل است والله في عون عبده ما كان العبد في اول اخيه الله در کمک بنده می باشد که بنده در کمک بنده باشد چون مسلمان در کمک برادر مسلمانش که باشد الله را کمک می کند سبحان الله الله عز و جل آنها را خیر به تک ما را در نظر کمک مالیش ما را شریک ساختن از این که تشکری ها خیلی زیاده است الله عز و جل در عمل کردشان سه شروع تا بگردانه یکی عمل کردشان و موافق به شریعت بگردانه اخلاص بگردانه و در عمل کردشان الله ایمان نصیب بگردانه برشان که از اون که باور ایمان اعتقاد به کمک بر ما کرده باشد نه خدا نکنه خدا نکنه به خاطر ریال و وجود و تکبری و مامان و بازی بکن انشاءالله که نبوده باشه ولی خیلی بوده باشه چون هر عمل کرده و مامان بودن سه تا شرط داره اول باید عمل ما موفق به شریعت باشه دو اخلاص اخلاص بزنم که ولی اگر مردم به نظم و نظام هر چی کرد ولی اخلاص در مرمان زود که همیشه کمک بده در مرمان دیگه ایمان در مرمان باشد یعنی باور و اعتقاد خود همی بوده باشد صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه مهمانان و دوستان و مردم محله و از آیسایی هایی که از دور میبان آمدن از خارج از جرمنی و از آلمان از مهاجرین میتیم در اونجا سلام تقدیم میکنم به همگی بعد البته در زیلی از این حادث چند دقیقه سخن دارم و بعد تشکری که تعداد شاید 700 خانه یا بالاتر رو کم کم باشن که از این نعمت رو از این کمک اینها مستفید میشن اینها هم از طرف ازو تشکری باید کرد و در ضمن از این ما باید خود ما قدردانی بکنیم قدردانی بایی است که رسول الله علیه السلام می فرماید من لم یسکن الناس لم یسکن الله زمانی که یک مردم یک بنده با بنده یک ثروتمند بود یک انسانی با اقتصاد با فقیر و بیچاره و مستضعف و بیرون یتیم خود کمک میکنه دست صله رحم میکشه دست افتاده را میگیره بلند میکنه و به دادش در حالت تنگنا میرسه مثل که رسول الله علیه السلام میفرماید من فرج من قربتا فرجعه آن هو قربتا من قرب یوم القیامه کسی که زمین یک سختی و مشکلات را گشایش می ده و حل می کند سختی از او را دور می کند به واسطه کمک و حمایت یا سخنی یا مشکلات را گشایش می ده و حل می کند سختی از او را دور می کند به واسطه کمک و حمایت یا سخنی یا کمی خیری یا مقدار ما دستش می گیرد الله متعال در قیامت از اون سختی های قیامت گشادگی ما آسایش برش می آرد در جمع به این عزم کنیم که از مردمی که مقیم در آلمان هستند یا مقیم در جرمنی افغانی های ما مردم های مسلمانی واقعی که درد دارن فهم دارن
واقعا خیر خیر در حالت در افغانستان است، مثلا در قلیان قصبات اطراف در مشکلات جنگ و قحطی و قیمتی و خوش‌سازی در همه دست و پنجه نرم میکنند. این درک فهم را که اونا کردند واقعا دلسوز هستند. و یکی از قواعد فقهایی است که زمانی که قیمت خیرات خود از جایی که نیازمند پیدا میشود و کشور و ولایت دیگر نقل میکنید، این بهترین صدقه است، یعنی بهترین اعمال نزد خدا شما میشود. و اهالی مسجد ابراهیم خلیل الله از ما خصوصا تشکر میکنیم که به این راستا جمع‌آوری کردن امداد خود و کمک خود را. مشت واحد با قصد و عزم محکم و اخلاص به پروردگار به این جلسان زد با واقعا به اهلی سپرده شده، چرا که کسایی که نیست گرفتن، کسایی را نیست گرفتن که به شدت مشکل دارن، یا بیوه هستن یا یتیم هستن یا مسکین و فقیر و مستضعف هستن، اینا را که به اهلش برسانن با این ها وظیفه این نشانش بر انجام دارند که از میشه به ایجه ما رساندن کمک کرد. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. خير جزاك الله.